کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند گیتا دختر کلی بخش 23 بام کشور سیلایف که شاهد فضیع ترین مناظر این گونه خونریزی ها بود به چندین مملکت کوچک تزیه کردید و نگاهان همان عناصری که به نام پرولتاریا به جان غیر پرولتاریا افتاده بودند و از کشتی آنان کشته می ساختند اینک به نام غیر پرولتاریا به جان آنانی که پرولتاریا بودند آتش میزدند. و با کمال قصابت آنان را نابود می کردند و در حقیقت تکراری از جنون بشری و یا تاریخ بشریت را تجدید می کردند آری تاریخ غیر از مکررات نیست نحوه آن فرق می کند و آنچه با ظلم بنا شود و با خون استوار گردد با آتش بیداد فرو می ریزد به طور خلاصه دایانا بالاخره به کاخ سلطنتی پدرانش وارد شد و اگرچه قسمت از آن به وسیله کولیان برای گرفتار ساختن برویانو و اطرافیان او آتش زده شده بود ولی قوقای شادی و حلحله را که ملت و به خصوص کولیان که بسیاری از آنان میپنداشتند گیتا هم آنان و متعلق به آنان است به اندازه ای دایانا را مسرور کرده بود که توجهی به حریق کاخ نداشت و تسلیم احساسات پرشور آنان گردید او به وسیله کولیان به تخت نشست و در حقیقت بزرگترین خدمت و فداکاری در راه او به وسیله کوچک و بزرگ این قبیل انجام یافت و اثر خدمت و محبت گیتا آنان با بهترین ترزی نمودار شد. عصبانیت مردم از دست خشونت ها و سبوعیت های بریانو به حدی بود که دایانا را به حد پرستش دوست می داشتند. در روزهایی که دایانا با این کیفیت بر مسند حکومت نشست و یکی از هزاران بازیگری های تاریخ تجدید شد گلاش در این کشور نبود این کشور نخستین کشوری بود که از یوق اطاعت روس ها سر باز زد و آزاد گردید و علاوه بر آن گلاش به مرکز آن نیز حمله ور شد و آنچه از جریان داخلی این کشور میدانست به بهترین وجه توانست به مدتی کمتر از یک ماه شیرازه آن را از هم متلاشی سازد یکی از خصوصیات کشورهای دیکتاتوری سرعت سقوط آن است به مجرد آنکه دیکتاتور و یا دستگاه دیکتاتوری تزلزل یافت سقوط محرز و مسلم می گردد و تاریخ این دکتر را مسلم کرده است که به محض اینکه دیکتاتور مورد تعرض و حجوم واقع شد و رخفت در او راه یافت سراسر کشورش با او به زانو در می گلش گلاش نتوانست به هیچ یک از دیکتاتورهای کشور سیلایف دست پیدا کند زیرا یا به وسیله پیروان خود دابود شدند و یا چون مرگ را مسلم می‌دانستم دست به انتحار زدم ده. چه نه به ملت یا کسانی که بران حکومت میکردند اطمینان و اتکایی داشتند و نه به دشمنان ده. سیاست گولاش بر این بود که هر اندازه بیشتر پیشروی میکرد با اهالی بیشتر با محبت و ملایمت رفتار می‌نمود و حالانکه اهالی کشور بوگامبو به علت عدم تجربه و نفرتی که موجبات و علل پیدایش آن را در افراد و عامل آن نمیدانستند و بیهوده تصور میکردند هر کس در تحت حکومت روس واقع شده تا تابع مرام روسی بود محدور و دم به شمار میرفت خونش حلال و بدون اندک ترحمی دست و عملیاتی میزدند که تقریبا داشت روی هرچی روسی بود سفید میکرد کم کم در قسمت های پیشرفتی آنان مقاومت ها افسوده شد و مردم دریافتند که افسونی آب و آتش حد و کشنده هستند. هیچ فرقی نیست که انسان در طوفان و سیل غرق شود و یا جان دهد و یا در شعله های آتش و به آن جان سپرد و در اینجا بود که اختلافات شدید بین گولاش و سیاست کشور بگامبو شروع شد. گولاش اصولا فردی مترقی و دارای دو تجربه عملی متضاد بود و به قبه مرام پرولتاریا و فضاحت سرمایه داری کشور بوگامبو و امثال آن وارد بود و محک هر دو به شمار می آمد. او تنها کسی بود که نتیجه هر افرات و تفریتی را مساوی می دانست و جمله از او ورد زبانها شد که چنین بود. خداوند و اکثریت اهالی کشور بوگامبو آمریکا پول و زور عنایت کرده و بکثریت مرامان کشور روس حماقت و سبوعیت و آنچه از آن محروم مانده عقل و عدالت است و بدبختان اینان اکثریت جامعه بشری را تشکیل میدهند حال آنان را چه راست بنامیم و چه چپ هر دو یکسانند مردم مصیبت زده بسیاری گولاش را حمایت می کردند و با سابق و جریانی که اینک از او داشتند او را علیه افسران لجام گسیخته یک کشور بگامبو حمایت می کردند و نمایندگان اون کشور نیز جدا از دولت درخواست کردند گولاش به عنوان خرابکار گرفتار و مجازات شود و حتی این انتظار را به علت مساعدت مادی به دایانا از او هم خواستار بودند اما گرفتن او چندان آسان نبود چه مردم دست به مبارزه منفی زده بودند و شش ایالت بزرگ کشور روس و یکی از ایالت بزرگ کشور خودش جدا از او حمایت بینمود مخالفت گلاش با روش کشور بگامبا گلاش به اندازه کافی اسلحه و مهمات در دست داشت و نوه رفتار سربازان کشور بوگامبو همه روز طرفداران بسیاری برای او به وجود می آورده و حتی دایانه نیز اگرچه در ظاهر به سیاستمداران بوگامبو نشان می داده که رابطه بین او و گلاش در حال حاضر خوب نیست ولی قلبا او را کمک و مساعدت می کرده. تا آنکه روزی که گلاش با اطرافیان خود مسلح و در لباس ناشناس در آمده بود و در شهر می گردید در یکی از خیابانهای شهر مشاهده کرد عده از سربازان کشور بوگامبو زنان را به دوش خود سوار کرده و فضیحترین مناظر مستی را به وجود آوردهاند و در جریانی که زنی مورد تعرض واقع شد و شوهرش به حمایت او برخاست ناگهان سرجوخه مست اسلحه خود را کشید و شوهر را جا به جا کشت البته این گونه عملیات به وسیله افراد پرولتاریا و تحت دیکتاتوری روسانی زیاد نسبت به طبقات متمول انجام شده بود ولی محرک اصلی نهضت پیلاتسا و گولاش که بالاخره منجر به آن همه مصائب شد در باطن برای استقرار عدالت و امنیت بود و قیام مجدد آنان برای فرار از آن اشتباهات و نیافتن مقصود و یا نقض قرض بود که مشاهده کردند از چاله درآمده و در شاه آتش افتاده اند. او به خوبی می دانست تا در حکومتی عدالت و مراعات قوانین نباشد فسادهای دیگر از آن زاده می شود. او می دانست مردم کشورهای هممرام کشور روسیه روزی تسلیم می شوند که خلاف آنچه در آن هستند عملا ببینند. ولی منطق کشور بوگامبو و سایرین انتقام بود و یا معامله به مثل که هیچ کدام درد اجتماع را درمان نکرده و تغییری در آن به وجود نمی آورد. از این رو گلاش به مجرد دیدن چنان منظره ای که هر سربازی یک بطری در دست گرفته و زنان و دختران را به دوش سوار کرده و میبرند و خندند و نعره میزنند و همراهان خود دستور حمله داد و در آن خیابان هجده نفر از این گونه نظامیان را چه کشتند و چه مجروح کردند و گفت قیام من قیامی نیست که نتیجه آن این گونه عدم تأمین ها باشد و بعد یادآور شد که وقتی کوچک بود ترجمه یک شعر فارسی زبان را خوانده بود ولی معنی آن را تا در جریان سیاسی و نهزت های مختلف اناوین وارد نشده بود نمی فهمید و اکنون معنی آن شعر را درک میکند و آن این است شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی شبانگه کارد بر حلقش بمالید روان گوزفند از وی بنالید که از شنگال گرگم در را بودی کم عاقبت گرگم تو بودی یک زمان دار و دسته ما دم از نجات شما زدند و کارد بر حلق شما مالیدند ولی چون با نفس کشتن کسی مبارزه نکرده و چهره مرگ و بدبختی و عدم و عدالت ثابت ولی تغییر رنگ داده اینک خواهیم با نفس ظلم و عدم تأمین عدالت مبارزه کنیم و مردم کشور بگامبو و متفقین آنان درست در مراحل اولیه انحرافات ما ولی با مسیر دیگر هستند بنابراین حق داده نخواهد شد که نیزت ما را که عمر دوباره و تجربه دو عمر داریم از روی جهل نه از خوبس پایمال کنند و این اعتراض گوشمالی مفید خواهد بود و آنگاه به ستاد خود حرکت کرد و جریان را با لحن تندی به دیانا و زعمای کشور بگامبو اعلام داشت لیکن سپاهیان بگامبو این موضوع را خلاف حیثیت خود به شمارا ورده و به تلافی آن برخواستند و گلاش شخصیت و سمبل علنی مخالفت با روش کشور بگامبو از یک سو و مرام و روش کشور روس و کشورهای هم مرام آن از سوی دیگر شناخته گردید و چون دنیا و ممالک آن خارج از این دو عده که مسائب هر دو را جهانیان چشیده بودند نبود پیروان او روز به روز افسوده میشد به خصوص وقتی ملکه نیز علنا به حمایت او برخواست و مانع از تمرکز قوای کشور بوگامبو علیه او گردید و خود به عنوان سرکشی به قسمتی از کشورهای سیلایف و کوهستانهای کشور خودش که تحت اشغال اطرافیان گولاش بود حرکت کرد و با گولاش ملاقات نمود در آنجا دایانا عقاید خود را برای او تشریح کرد و از کمکهای کشور بوگامبو یادآور شد و تقاضایش این بود که گلاش و طرفداران او در حال حاضر بی طرف بمانند و گفت باید ممنون آنان بود که ما توانستیم خود و جامعه را از دست مسلک دیوان کن روس نجات بخشیم اکنون آنان به من متوسط شدند که با تو مذاکره کنم تا دست به کشتار دیگری زده نشود و حتی آزادیهایی برای شما قائل میشوند تا در کشور روس هر گونه بخواهید دست به عملیات انتقامی بزنید و حتی به من پیشنهاد شده است که تکه های اشغالی را زمینی کشور خود نمایم و چون من از ناحیه آنان برای شما احساس خطر کردم و در این خطر بسیاری از هموطنان ما نیز از بین خواهند رفت ناچار به جایی آنکه شما را از پناهگاه خود خارج سازم خود به ملاقات شما آمدم تا این مسائل را حل کنیم گلاش که از ملاقات دایانا به آن کیفیت غرق افتخار و مسرت شده بود و در مراحل مختلف کمک های حیاتی به هم کرده بودند و علاوه بر آنکه احترام قلبی برای دایانا قائل بود عواطف و احساسات شورانگیزی نسبت به او داشته به او تعظیم کرد و گفت ملکی عزیز میدانید که جانسار از نحوه حکومت و رژیم پدران شما و مظالمی که در کشور بود علم تقیان برافراشته و در مسلک پیروان پیلاتسا و مرام روسی در آمدم تا بتوانم به بسات ظلم و عدم عدالت و تبعیض خاتمه دهم و شخص شما یکی از کسانی بوده که میباید برای رسیدن به یک چند هدفی با کمال بیگناهی قربانی شود ولی چون آن بسات را برهم زدیم و فریب کلمات توهی و بی حقیقت روزها را خوردیم و دریافتیم وقتی گرگان اجتماع پیر می و توانایی تعقیب شکار ندارند لباس میشی می, می پوشنده و خود را در میان گله انداخته و سید خود را با تغییر شکل و پوست به دست می آورند که خود شما شاهد ناکامی ما در دورانی که می خواستیم عدالت را تعمیم دهیم بودید و حتی جان خود را نیز از شما دارم نارسایی افکاری که ما انتظار اعجاز اجتماعی از آن داشتیم هویدا شد و برشکستگی ایدولوژی مارکسیستی معلوم شد من میخواهم برای ابد تز دیکتاتوری پرولتاریا را یا هر دیکتاتوری جاندار را دفن کنم و به جای آن دیکتاتوری دیگری بگذارم و آن دیکتاتوری قانون و عدالت است یعنی یک دیکتاتوری که چشم نداشته باشد حب و بغز نشناسد سرمایه دار و فقیر و شاه و گدار یک یکسان بداند در این دیکتاتوری به عکس دیکتاتوری پرولتاریا اشتراک در فساد و تباهی وجود ندارد بلکه اشتراک در قانون و اجرای عدالت خواهد بود پس از گفتار طولانی گولاش دایانا از آنچه شنید به تمام معنی خوشنود کردید و با کمال محبت دست گلاش را فشرد و گفت نیات و نظریات تو باید در کشور خودت عملی گردد و هرچه گفتی نکاتی بود که من مشی خود را برام قرار دادم و در حقیقت همه منویات من بود و موفقیت هنگامی است که ما بتوانیم با یکدیگر کار کنیم و مردم کشور خود را هدایت و اداره نماییم و من چون به وجود تو احتیاج دارم حیفم میآید که به وسیله نظامیان کشور بود مورد انتقام واقع شویزی را آنان به علت کشتن ادهی از سربازانشان در صدد انتقام هستند ولی هنوز موقع را برای آن تشخیص ندادند و به اضافه موجب زدیت افکار مردم علیه آنان شده بنابراین صلاح خود شما و صلاح کشور و شخص من در این است که فعلا دست از زدیت با آنان برداری و یا اکنون با من به طور ناشناس به کشور خود مراجعه کنی و در آنجا تا نتیجه یک کار مخفی بمانی یا اینکه پس از مراجعت من این کار را انجام دهی ولی اطلاعاتی که به دست آوردم این است که عملیات تو در افراد کشور بوگامبو واکنش فوق العاده بد داشته و تصمیم به سرکوبی و نابودی تو گرفته شده و اینک در اینجا آمدم برای یافتن راه حلی گولاش دیوانوار در سایه دایانا را غرق بوسه کرد و شدت خوشحالی او به اندازه بود که نمیدانست در برابر ملکی ایستاده است. او از آغاز کلیه اطراف و جوانب را در نظر داشت و به تمام معنی با ملک رسمی بود ولی آنچه از بیانات ملک استنباد کرده او را در فراموشی قرار داده و فکرش به قه قرار رفته و گیتا دختر کلی را در برابر خود میدید ولی یک مرتبه به خود آمد و در چهره ملکه خیره شد و به یاد شبی افتاد که خیال کشتن او را داشت و بعد زخم خنجری را که در بازوی او به وجود آورده بود مجسم کرد این تحولات ناگهانی در او از دیده دایانا دور نبود و برای آنکه تغییر مسیر صحبت یا رفع سکوت نمایت گفت و این افتخار برای شماست که اولین دسته که وارد کشور روز شده دسته شما و از افراد کشور من بوده گولاش که نمیخواست از آنچه بدون اختیار انجام داده بود آثار ندامت نشان دهد گفت و افتخار مهمتر این که از این به بعد حضور ملکه را ترک نخواهم کرد و محبت خدمت در سفر و حزر رو از ملکه بزرگ مسئلت دارم و دست های ملکه را در دست گرفت. حوادث گیتا یا بهتر بگوییم دایانا را به گولاش علاق من کرده بود. و او را قلبا دوست می داشت و احترام می گذاشت و به فکر و اندیشه او اهمیت میداد از این رو مراتب عشق خود را اظهار و نقشه آتی را ترک کردند و طبق همان نقشه بنا شد گولاش به طور ناشناس جزو ملتزمین رکاب برگردد ولی قبل از آن باید به با اطرافیان خود بگوید میخواهد برای کسب اطلاعات به اعماق کشور روس حرکت کند که مسئولیت اداره آنان در خیاب او با خودشان خواهد بود. گلاش در حالی که اشک شوق در چشم داشت با رؤسا و اطرافیان خود تماس گرفت و گفت اگر تا 20 روز دیگر از او خبری نشد می توانند هر گونه که خود و جمعیت مایل هستند اقدام نمایند. سه روز بعد ملکه با ملتزمین رکاب مراجعت کرده و گلاش در دربار جا داده شد بدون اینکه کسی متوجه او باشد آنچه گیتا به مقامات کشور بوگامبو گفت این بود که نظر گولاش مخالفت با آنان نبوده صرفا ان جنبه مصالح عمومی بوده است و به هر حال به او نصیحت داده شده و از عمل خود نادم است از طرفی سربازان بوگامبو برای آنکه نشان دهند تحت تأثیر گفتار افرادی نظیر گولاش که سابقه سیلایفی دارد واقع نمیشوند و عملیات شدیدتری دست زدند و نفرت بیشتر و مقاومت های منفی و سختری نتیجه آن شد. بدیهی است که دیگر دیکتاتوری پرولتاریا وجود ندارد زیرا مردم به تکای نیروی بوگامبو آنان را از بین بردند و حکومت های مختلف جانشین آن شده بود و درست مانند فردی که از کابوس وحشتناکی بیدار شود جوامع بشری همه در چنین حالی به سر می بردند. ولی مصیبت جنگ تنها در خود جنگ نیست بلکه مصیبت اصلی در پایان آن و عواقب آن است خرابی ها و امراض و فقر که زادی جنگ است دامنگیر می شود و قالب و مغلوب را در خود می قلتاند افسران کشور بوگامبو بر فراز این خرابه های وحشت مدت ها در جستجوی گلاش بودند و او را نیافتند در کشور باسو و سایر ممالک روسی نیز رؤسا یکایک یک به وسیله افراد خود کشته شدند و از بین رفتند بحرانای اقتصادی و سیاسی همه جا را فرا گرفت و کشور بوگامبو نیز که خود را فاتح میدانست با آن مواجه گردید و افراد خود را فرا خواند و تنها کشوری که توانست از این بدبختی های بعدی خود را دور نگه دارد کشور دایانا بود زیرا تجربه او و گولاش و یادداشت های پیلاتسا بزرگترین محبت برای آنان گردید چه به جای تجدید حکومت گذشته به اصلاح معایب و مفاسد پرداختند ولی در کشور بگم عدم رضایت مردم از اینکه ثروت آنان در همه جای دنیا به مصرف توپ و گلوله و آلات جنگی رسیده و بالاخره خرج جنگ شده عصبانی شدند و به علت اینکه اگر کشورهای روس درخواست قرامت نمایند فقر عمومی و تقیان به وجود آورده و نقض قرض خواهد شد چیزی نگرفتند و به ممالک نیز که قرض داده بودند وصول آن میسر نبود دولت مورد ملامت واقع شد و دولت و سیاست دیگری به وجود آمد و در همین عوام بود که در کشور دایانا خبر ورود گلاش اعلام گردید و چیزی نگذشت که جشن عروسی دایانا با او برپا و سر سر جهان های بزرگ برای شرکت در مراسم حضور یافتند ولی علاوه بر همه افراد یک فرد دیگر نیز در این جشن حضور داشت که چند نفر نیز مراقب او بودند و او سینیور پلاتسا یا راهب معروف اسلوانا سالوانا بود گلاش به او علاقه داشت و بهترین ایام جوانی خود را با او گذرانیده بود به فکر او و قدرت او اعتقاد داشت میخواست از تحولاتی که در او شروع شده است با خبر گردد و اگر میتواند به نجات او برخیزد ولی متصدیان بیمارستان به او گفته بودند پیلاتسا وجودی است که همه چیز خود را از دست داده است و اگر اندک آزادی بیابد به خوردن اعضای بدن خود می پردازد. او فردی نیست که فعلا ارزش حضور در محافل را داشته باشد. مزالک در برابر اصرار ملکه و گولاش او را در همان کیفیتی که دستایش در زنجیر و دور گردنش نیز حلقه آهنی بود که نتواند دست و پای خود را به علت بیماری روانی خود برای زجر دادن خود به دندان بکشد با چهار نفر پرستار آشنا به رفتار با دیوانگان به کشور دایانا فرستادند و بدهی است به همین کیفیت در برابر دایانا و گولاش ظاهر شد ملاقات پیلاتسا با دایانا و گولاش وقتی پیلاتسا را از دارالمجانین جزائر بیرون آوردند او همه چیز را متغیر یافت و هنگامی که او را در هواپیما جا دادند چهار نفر پرستار نیست در کنار او حرکت کردند و این بر تعجب او افسود او پس از افتادن به دارالمجانین نظامیان کشور بوگامبو آمریکا دیگر چیزی از دنیا و مافی ها نشنید و از تمام این تحولات و جنگ ها و شکست ها و موفقیت ها بی اطلاع بود سلولی را که برای او در نظر گرفته بودند آخرین سلول یک کریدور دراز بود پزشکان نظامی او را خطرناک و خیلی غیرعادی تشخیص داده بودند دستهای او مثل چوب گرهدار شده و دو انگشت او جویده و کنده شده بود و چندین نفر شهادت داده بودند که به چشم خود دیده بودند او گوشت بدن خود را کنده بود پیلاتسا هیچ نمیدانست چه اتفاقی افتاده است زیرا او در تمام مدت در همان سلول بود و نه کسی با او صحبت کرد و نه روزنامه در آنجا دیده شد او همین قدر میدانست که گیتا به کشور بوگانبا رفته و جنرال ها نیز از هویت او باخبر شدند از این رو وقتی مشاهده کرد که او را در پایتخت کشور خود پیاده کردند و در اتومبیلی نشانیده به طرف کاخی که ماها در آن بود میبرند و در آنجا قویترین نوع حکومت ها را میکرده هزاران فکر در مخیلش خطور کرد او انتظار داشت که اکنون در برابر دستگاه عذاب یا مأموران عذاب بریانو قرار خواهد گرفت و لیکن وقتی به حضور دایانا و گلاش وارد شد بنابر آنچه در طب معروف است دچار یک شوک ناگهانی گردید ولی تعجب گلاش از دیدن او با آن کیفیت به اندازهای بود که نتوانست چیزی بگوید فقط با چشم خیره و دهان باز خود را به او رسانید و او را در آغوش گرفت ولی هرچه کوشید که کلمه بگوید نتوانست به انگشتانش نگاه کرد و پایش را که آثار بریدن و نیش زدن و کنده شدن مناظر موهشی به وجود آورده از نظر گذرانید و بعد بی اختیار به زمین افتاد و صورتش را در میان دستهایش پنهان کرد و منند طفل مادر مرده شروع به گریستن نمود پیلاتسان خوز نگاهی به اطراف کرده و فقط دو پرستار محافظ خود را حاضر دید و آنگاه چشمانش متوجه دایانا گردید که با حیرت به او و گولاش می نگرد. بعد نگاهی به بالا و پایین و در و پنجره اتاق افکند و مشاهده کرد ادهی سرباز نیز در اطراف حرکت می کنند و دایانا در لباس فاخر بر تخت سلطنت جا گرفته است آنگاه به آرامی قدم برداشته و خود را به گولاش رسانید پرسید گریه برای چیه اما قبل از آن که جوابی بشنود ملکه به طرف او آمد و گفت سینیر پلاتزا کمال علاقه ی گولاش و من این بود که شما را در جشن ازدواج خودمون حاضر کنیم و در حالی که میخواست گولاش را در آغوش بگیرد ملکه نیز او را کمک کرد و گلش را روی مبل قرار دادند. زنجیرهای دست و گردن پیلاتسا صداهای ناموزینی به وجود آورده و با آهنگ عجیبی از دایانا پرسید آیا شما اکنون در پایتخت کشور خودتون ملکه هستید؟ و آیا گولاش میخواد افتخار همسری شما را داشته باشه؟ ملکه گفت همین گونه است که هست سدیده گولاش باز به قیافه فلاکت بارو نکبت و نکبت پیلات سامینگری است و هیکل قوی و برازنده سابق او را به یاد می و حیرت سراپایش را گرفته بود که طبیعت به چه سرعتی او را به این گونه له کرده و خمیر نموده و به این صورت حیرت آور در است از این رو نزدیک پرستاران شد و پرسید این زنجیرها برای چیه یکی از آنان به طور که پیلاتسا متوجه نشود انگشتش را به طرف سرش اشاره داده و علامتی نشان داد که دیوانه است و بعد آهسته اشاره کرد اگر دقیقه آزاد شود مشغول جویدن و کندن گوشت بدنش می شود. او تا کنون سابقه نداشته حرف بزند ولی اکنون تعجب می کنیم با شما صحبت می کند. گولاش با کسب اجازه از ملکه دست پیلاتزارا گرفته و به پرستاران گفت در خارج از اتاق به ایستند با او را به اتاق دیگر برد و پرسید چی پیش اومده برات کی این کار کرده پیلاتسا خاموش بود چیزی نگفت اما گولش به گفترش ادامه داد و گفت بسین که خبر نداری و شرح عملیات خود را بیان کرد و آنچه واقع شده بود شرح داده ولی باز پیلاتسا چیزی نگفت پرسید گوشت تن و دست و پات رو چه کسی به این صورت در آورده چیزی نشنید آنگاه با نهایت خشم شانه های او را گرفته و چندین بار تکان داد و گفت امروز روز موفقیت ماست چرا حرف نمیزنی اما دیگر آثار شوک اول از بین رفته بود و بیلارسا نه به تهدیدها و نه به زاری ها و التماس های گولاش گوش نداد و غرق در عوالم خود بود ولی دایانا که متوجه جریان بود برانان وارد شد و یک جلد از یادداشت های او را که به بهترین وضع چاپ شده بود به او داد و گفت سینیر پلاسا بدبختانه یا خوشبختانه شما هیچگاه به اندازه که در سکوت خود هر سدید صحبت نکردید و این کتاب که میلیون ها نسخه از اون چاپ شده و کوچک و بزرگونو خوندن مجال برای تعصف شما نمیذاره. دومی شک نیز هنگام دیدن کتاب و عکس خود در پشت آن بود که آن را با ولع عجیبی ورق زده و چون به پایان آن رسید بی اختیار روی نیمکت افتاد مثل اینکه خروارها بار به دوش او تحمیل شده است ملکه به صحبتش ادامه داد و گفت و باید اعتراف کنم که سهم شما در موفقیت من فوق اون چیزیه که بشه به زبون آورد و نیز این کتاب مهمترین عامل در بیداری مردم و موجب قیام آنان علیه انگل های اجتماع بود و در حقیقت شما هم در این موفقیت نقش داشتید. پیلاتسا دوباره کتاب را در دست گرفت و مقدمه دایانا رژیانا بر آن خواند. آنگاه برخواسته و از او تشکر نمود و روی گلاش را بوسید و گفت خداوند هر توی شما را به راه راست و خدمت به مردم هدایت کنه. و از برکات محروم نکنه حالا که اینطوره من آرزو بتونم به جزائر پیش اسقف بزرگ رفته در دیر سابق خودم زندگی کنم آنچه گلاش اصرار کرد که وسال زندگی او را به بهترین وجه فراهم خواهند آورد مفید واقع نشد ولی زنجیرها را از او باز کردند و با احترامی فوقلاده پس از برگزاری جشنهای باشکو ملکه مبالغ هنگ گفتی با اسقف جزایر برای امور خیریه به وسیله پیلاتسا یا استوانا سالوانا هدیه نمود و پیلاتسا در میان ابراز احساسات احترام آمیز دوباره در جرگی رهبانان درآمد و تا پایان عمر از آنجا خارج نشد و چون روحن معذب بود خیلی زودتر از آنچه تصور میشد چشم از زندگی پرماجرا و عبرت ها میز خود فرو پوشید. دایانا و گولاش نیست که حوادث به اندازه کافی به آنان طریق حکومت و روش اداری جامعه را آموخته بود دولتی به وجود آوردند که پایه های آن بر عدالت و قانون بود جلو فعالیت و امید صد نشد ولی به نسبت درآمد افراد به بانک ملت که پشتوانی آن را گنجینه های دایانا تشکیل داده بود مالیات پرداخت میکردند و هر فردی می توانست از آن قرض کرده و مشغول کار شود و در طول عمر آن را مستحلک نماید. همه افراد در برابر معالجه و کار دوران پیری بیمه شدند و تمین اجتماعی برقرار گردید و عقل بر احساسات قلب یافت و حسن نیت و خدمت جانشین کینه و اداوت کردید و پلیس وجدان و اخلاق همه جا حضور پیدا کرد و معنویات تقویت کردید. وقتی دایانا و گلاش به وسیله رادیو تلویزیون جریان عملیات و اقدامات خود را در روز جشن عروسی با ملت در میان گذاشتند هر دو گفتند در هر حکومتی که عدالت باشد همه چیز بر وفق مراد و مساله وجود خواهد داشت دایانا معتقد بود همه محاسن زاده عدالت و انصاف و اجرای قانون است و همه ی و شقاوت ها از ظلم و تبعیض به وجود می آید. مردم همه در رفاه و آسایش و تأمین غرق شدند. قانون چشم بسته کسی را در برابر خود نمی شناخت و چون اصل عدالت اجرا می شد اطمینان و تأمین همه را فرا گرفت. در حالی که در سایر کشورها مشغول عمل کردن به تئوری های اقتصادی و سیاست های مختلف بودند و در چنگال تبعیض و عدم عدالت همه نقش بر آب میگردید قافل از اینکه بهترین تئوری ها بدون عدالت و بدون مراعات قانون پشیزی ارزش ندارند و بدبختی اینجاست که هر عاملی در اداره اجتماع و سیاست در نظر گرفته شده است غیر از عامل عدالت نه دایانا و نه گولاش هیچ کدام مدعی مرام و مسلک تازه ای نشدند ولی از بوته تجربه خوب بیرون آمدند و تحول بزرگی به وجود آوردند سرگذشت آنان که به وسیله خودشان به مردم گفته شد محبوبیت خاصی برای آنان به وجود آورد و نیز یاداشتای پیلاتسا در موفقیت اجتماعی و سیاسی آنان نقش بزرگی را بازی کرده بود پس از آن همه مشقت و خطرات توانستند در سایه محبت و علاقه به یکدیگر و اعمال عدالت و محبت نسبت به مردم عمری را در بالین یکدیگر بسرارند و, و به رمز عدالت و قانون پی برند و بدین ترتیب یکی از هزاران حوادث جامعه بشری دیده و شنیده و ثبت گردید که دهها خبر نظایر آن نیز همه روزه در جراید جز به اخبار خوانده می شود ولی سرسری از آن می گذاریم. پایان